دیگر آسمان انباشته از آفتاب بود. آفتاب کم کم روی زمین سنگینی می کرد و حرارت به سرعت بالا می رفت. نفهمیدم چرا اینقدر دیر حرکت کردیم. گرما را زیر لباسهای تیره هم حس می کردم. پیرمرد ریزه و کوتاه که کلاهش را به سر گذاشته بود آن را از نو برداشت. هنگامی که مدیر راجع به او با من حرف می زد به طرفش برگشتم و نظری به سویش انداختم. مدیر به من گفت که اغلب مادر من و موسیو پرز اصرها به همراهی یک پرستار برای گردش به دهکده می رفتن. به جلگه اطراف خود نظری انداختم. از میان ردیف سنوبرها که به تپهی سر بر آسمان کشیده منتهی می شدن و از میان این خاک سبز و اخرایی و این خانه های تک تک و مشخص حال مادر خود را در می آفتم. شب در این سرزمین باید همچون وقفهی انگیز می بود. اما آن روز آفتاب طاقت فرسا منظره را از دم نظر محو می ساخت و آن را بیروح و افزرده جلوگر می ساخت. به راه افتاده بودیم. در این هنگام بود که در کردم پرز کمی می لنگد. کالسکه کم کم به سرعت خود میافزود و پیرمرد عقب می ماند. یکی از مردانی که اطراف کالسکه حرکت می کردن نیز عقب ماند و دیگر پا به پای من راه می رفت. از سرعتی که خورشید در بالا آمدن از آسمان داشت در تعجب بودم. ناگهان متوجه شدم که جلگه مدتی از سر و صدای حشرات و زمزمه علف ها پر شده است. عرق بر هایم روان بود. چون کلاه نداشتم با دستمال خود را باد می زدم. معمور تدفین چیزهایی به من گفت که نشنیدم. در همین هنگام کله خود را با دستمالی که در دست چپ داشتم از عرق پاک می کرد. با دست راست کاسکت خود را بلند کرده بود. به او گفتم چی؟ او در حالی که خورشید را نشان میداد تکرار کرد که عجب میزند گفتم آره پیر بود جواب دادم همچین چون سن او را دقیقا نمیدانستم پس از این خاموش شد به عقب برگشتم و به پرز که پشت سر من فاصله پنجاه متری می آمد و همچنین به مدیر نظر انداختم بدون کمترین حرکت بیموردی با اهن و تلب راه می آمد. چند قطر عرق روی پیشانیش برق میزد ولی او آنها را خشک نمی کرد. به نظرم می آمد که دسته تشی اندکی تون می رد. اطراف من همچنان همان جلگه سوزان و انباشته از آفتاب بود. روشنایی آسمان قابل تحمل نبود. برای یک لحظه از روی قسمتی از جاده که تازه تعمیرش کرده بودن گذشتیم. خورشید غیر جاده را نرم کرده بود. پاها در آن فرو میرفت و اندرون درخشانش را نمایان میساخت بالای کالسکه کلاه راننده که از چرم درست شده بود به نظر میآمد که گویا به این لجن آغشته شده است من اندکی میان آسمان آبی و سفید و هماهنگی این رنگها خود را گم کرده بودم سیاهی خیره کننده قبر سیاهی تیره لباس ها و سیاهی براغ کالسکه همه اینها نگاه من و افکارم را پریشان ساخته بود آفتاب بوی چرم بوی پهن کالسکه بوی رنگ و کندر و خستگی یک شب بیخوابی یک بار دیگر به عقب برگشتم پرز به نظرم بسیار دور آمد در میان مهی از گرما ناپدید بود بعد دیگر او را ندیدم با نظر به جستجویش پرداختم و دیدم که از وسط جلگه از راه میانبر میآید بعد دیدم که جاده جلوی روی من پیچ میخورد فهمیدم پرس که این حوالی را میشناخته راه را خیلی زودتر طی خواهد کرد و ما را خواهد گرفت سر پیچ جاده به ما ملحق شد بعد او را گم کردیم مجددا از راه میانبر میرفت و این عمل چند بار تکرار شد من حس می کردم که خون روی شقیقه هایم می کوبد. تمام اینها بالاخره با چنان شتاب و تحقق و وضعی عادی گذشت که بیش از این چیزی از آن به یاد ندارم. فقط یک چیز دیگر. موقع ورود به دهکده سرپرستار با من حرف زد. صدای مخصوصی داشت که به صورتش نمی آمد. صدایی موسیقیدار و لرزان. به من گفت اگر آدم آهسته برود خطر آفتاب زدگی تهدیدش می کند و اگر خیلی تون برود عرق خواهد کرد و در کلیسا سرما خواهد خورد. او حق داشت. جز این چاره این نبود. باز چند خاطره دیگر از این روز در نظر دارم. مثلا قیافه پرز. وقتی برای آخرین بار نزدیک دهکده به ما رسید. قطره های درشت عشق از خستگی و رنج روی گونه هایش نشسته بود که به علت چین های صورتش نمی جاری بشود بلکه پخش می شود. دوباره جمع می شود و روی این صورت واریخته پوششی از آب تشکیل می داد و خاطره کلیسا و دهاتی های روی پیاده روها، گل شمدانی قرمز رنگ و روی قبرهای گورستان بیهوش شدن پرز که مثل آدمک مومی از هم وارفته می نمود. خاکی که به رنگ خون بود و روی تابوت مادرم ریختن. ریشه های سفید درخت که با آن قاطی شده بود. باز جمعیت. سر و صدا. دهکده. انتظار جلوی یک قهوه خانه. صدای یک نواخت موتور و خوشحالی من هنگام ورود اتوبوس به روشنایی های الجزیره و فکر اینکه دوازده ساعت تمام خواهم خوابید. هنگامی که بیدار شدم فهمیدم چرا رئیسم موقع تقاضای دو روز مرخصی ناراضی به نظر می رسید. زیرا آن روز شنبه بود. درستش را بخواهم بگویم این را فراموش کرده بودم ولی هنگام بیدار شدن این مطلب به فکرم رسید. خیلی طبیعی بود که اربابم فکر کرده بود من با روز یک شنبه هم چهار روز تعطیل خواهم داشت و این برای او نمی توانسته از خوشایند باشد. اما از طرفی اگر آنها مادرم را به جای آن روز روز قبلش به خاک سپردن تقصیر از من نبود و از طرف دیگر به هر صورت من شنبه و یک شنبه را زیاد در اختیار داشتم مسلما این مرا از آن باز نمی داشت که در همان دم نارضایتی اربابم را درک کنم به زحمت از بستر برخواستم زیرا روز یک شنبه بسیار خسته شده بودم وقتی که ریشم را می تراشیدم از خود پرسیدم که چه می خواهم بکنم و تصمیم گرفتم به شنا بروم برای رفتن به های بندر تراموا گرفتم آنجا در حوزهای شنا آبتنی کردم آدمهای جوان بسیار بودند در آب ماریکاردونا دوست قدیم اداریم را که همان وقتها خاطرخواهش بودم یافتم گمان میکنم اون نیز همچنین بود اما او اندکی بد رفته بود و ما فرصت نیافته بودیم کمکش کردم که روی کمربند لاستیکی بنشیند و در این حرکت پستانهایش را دست مالیدم. هنگامی که او تاغباز روی کمربند دراز کشیده بود من هنوز در آب بودم. او به طرف من برگشت. موهایش روی چشمش ریخته بود و میخندید. از کمربند بالا رفتم و کنارش خزیدم. هوایی خوبی بود و مثل اینکه شوخی می کردم گذاشتم که سرم به عقب بیفتد و آن وقت آن را روی شکم او قرار دادم. او چیزی نگفت و من به همین حال ماندم. همه آسمان را توی چشمهایم داشتم و آسمان آبی بود و طلایی بود. زیر سرم حس می کردم که شکم ماری به آهستگی می زند. مدت زمانی نیمه بیدار روی لاستیک ماندیم. هنگامی که آفتاب سخت زننده شد او در آب پرید و من هم دنبالش کردم. او را گرفتم. دستم را دور اندامش حلقه کردم و با هم شنا کردیم. او همینطور می خندید. کنار استق هنگامی که خود را خوش کردیم به من گفت من قهوهی تر از شما هستم. از او خواهش کردم شب با هم به سینما برویم. او باز هم خندید و گفت خیلی دلش میخواهد فیلمی از فرناندل ببیند. وقتی لباس را پوشیدیم از اینکه دید کراوات که سیاه بسته قیافه بسیار متعجبی به خود گرفت و از من پرسید آیا ازادار هستم؟ به او گفتم که مادرم مرده است چون میخواست بداند کی جواب دادم دیروز او کمی یکه یک خورد ولی هیچ به روی خودش نیاورد میخواستم به او بگویم که این تقصیر من نبوده است اما جلوی خودم را گرفتم چون فکر کردم که همین مطلب را به رئیسم گفته بودم این تذکر بی بود هرچه باشد آدم همیشه کمی خطا کار است شب ماری همه چیز را فراموش کرده بود فیلم گاه گاه خنددار می شد. اما از این گذشته راستی احمقانه بود. پایش چسبیده به پای من بود. پستانهایش را نوازش می دادم. نزدیک آخر سانس او را بوسیدم. اما بعد. هنگامی که خارج شدیم او به خانه آمد. وقتی که بیدار شدم ماری رفته بود. به من گفته بود که باید پیش اممش برود. به خاطرم رسید که امروز یک شنبه است و این کسلم کرد. یک شنبه را دوست ندارم. آنگاه قلطی توی رخت خواب زدم. در بالش بوی نمکی را که زلفای ماری باقی گذاشته بود جستجو کردم و تا ساعت ده خوابیدم. بعد همانطور که دراز کشیده بودم تا ظهر سیگار کشیدم. نهار را نمیخواستم بنا به عادت پیش سلست بخورم زیرا محققا سوال پیچم میکردند و من این را دوست نداشتم چند تخم و مرغی پختم و در همان ظرف بینان خوردم زیرا دیگر نان در خانه نداشتم و نمیخواستم برای خریدن آن پایین بروم پس از نهار کمی کسل شدم و در ساختمان به قدم زدن پرداختم. وقتی که مادرم آنجا بود خانه جمع و جور بود. اما دیگر برایم بسیار بزرگ بود و بایستی میز اتاق ناهارخوری را به اتاق خودم منتقل می کردم. من فقط در همین اتاق زندگی می کردم. بین سندلی های حسیری گود شده و گنجینهی که آینهش زرد شده بود و میز آرایش و تخت خواب مسیم. ما بقی بیکاره افتاده بود. اندکی بعد برای اینکه کاری کرده باشم روزنامهی کهنهی به دست آوردم و خواندم. اعلان نمک کروشن را از آن کندم و به دفترچه‌ای که مطالب جالب روزنامه را در آن قرار میدادم چسباندم.